بر خط خبرها. تعداد کل موارد تشخیص داده شده و مسجل آزمایشگاهی در کشور برای بیماری کووید 19 به 8042 نفر خواهد رسید. به حمد الله تعالی مرگ 291 نفر و ابتلای بیش از 8000 نفر دیگر به کرونا به روایت دولت ایران. استان تهران همچنان در شمار مبتلایان پیشتاز است. قرنطینه 60 میلیون ایتالیایی برای جلوگیری از شیوع کرونا. مجلس اسپانیا هم برای یک هفته تعطیل شد. گروه طالبان میگوید فهرست 5000 زندانی را برای آزادی به هیئت آمریکایی تحویل داده. دفتر اشرف غنی تا ساعتی دیگر فرمان صادر می‌کند. و هشدار درباره خطر سقوط نظام درمانی یمن در مبارزه با وبا. بیمارستان‌ها ظرفیت رسیدگی به 50000 بیمار را ندارد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تا کنون 291 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند و بیش از 8000 نفر هم مبتلا شدند. استان تهران با 2114 نفر بیشترین آمار مبتلایان را دارد. در مازندران و قم بعد از تهران بیشترین موارد ابتلا به کرونا دیده شده. با این حال بعضی از نمایندگان مجلس و منابع بیمارستانی میگویند آمار مبتلایان بسیار بیشتر از این است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران موافقت کرده که با کادر درمانی که در راه مقابله با کرونا جان خود را از دست می‌دهند شهید خوانده شوند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد. وضعیت در کاشان و آران و بیدگل خوب نیست. قرار است از ورود ماشین‌های غیر بومی و سفرهای غیر ضروری به این دو شهرستان جلوگیری شود. در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ما 88 تا فوتی داریم. این 88 از ابتدا بله از زمانی هستش که خب بیماران درگیر این موضوع شدن، یعنی از ابتدای اسفند ماه امسال. بله. و با تمام پیشگیری‌ها و اقداماتی که شده خب این آمار تأسف انگیز وجود داره. بله. حدود 1056 نفر در حال حاضر درگیر این مبتلا هستن، بیماری هستن. در نیشابور هم وضعیت قرمز است. حمید گرمابی نماینده این شهر در مجلس گفته نیشابور دو بیمارستان دارد و تا کنون 110 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند. اما بر اساس آمار رسمی که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر شده، تا ظهر سه‌شنبه تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 8042 نفر رسید. 291 نفر هم جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار 2731 نفر هم تا کنون بهبود پیدا کردند. آمار غیر رسمی و منابع محلی نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار وزارت بهداشت است. تا آستانه تصمیم رفت. در حالی که محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته مراکز درمانی این نهاد برای مقابله با کرونا آمادگی کامل دارند، در روزهای گذشته خبرهایی از نبودن تخت کافی برای بیماران و کمبود امکانات برای رسیدگی به مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها منتشر شده. اسدالله عباسی نماینده رودسر گفته امکانات درمانی در استان گیلان برای ساکنان آن هم فراهم نیست و بیمارستان رودسر دستگاه اکسیژن و سیتی اسکن ندارد و حتی دستکش و ماسک را هم مردم به بیمارستان هدیه می کنند. خودم آقای مطمئنی الکل با بله 75% الکل. در این میان بعضی هم برای ضد عفونی به الکل تقلبی روی آوردند. رئیس کل دادگستری خوزستان از دستگیری 5 نفر از کسانی که آنها را عوامل مسمومیت الکلی در خوزستان مینامید خبر داده. در روزهای گذشته 270 نفر در خوزستان به دلیل مصرف الکل تقلبی به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. 36 نفر آنها جان خود را از دست دادند و حال بعضی از آنها وخیم است. خیلی‌ها این روزها در قرنطینه خانگی هستند یا برنامه سفر و کارهای روزانه خود را تعطیل کردند، مثل اینجا فرودگاه مشهد. اما بعضی هم ناچارند در مکانهای عمومی و سر کار خود حاضر شوند. همچنان دادگاه‌ها برقراره و برگزار میشه. الان من مجبورم به عنوان وکیل دادگستری دادگاه‌هامو شرکت کنم. با این شرایطی که هر روز هشدار میدن، میگن برای کرونا خونه خارج نشیم،
نگرانم. در بسیاری از شهرها ساعت کار ادارات کم نشده، تا جایی که محمد رضا نجفی نماینده تهران عادی کردن ساعت کار ادارات را کاملا غلط دانسته و گفته چطور بدون تعطیل کردن اداره ها از مردم میخواهید که در خانه بمانند. او همچنین گفته وزیر بهداشت باید قاطعانه در برابر فشارها ایستادگی کند و به عنوان دبیر ستاد ملی به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه دستور تعطیلی محاکم و ادارات را ابلاغ کند. با این حال مسئولان مختلف مدام مردم را به ماندن در خانه تشویق می‌کنند. سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد از مردم خواسته امسال به جای خرید سبزه برای هفت سین خودشان آن را در خانه سبز کنند. ولی خودمون دیدیم جلوی بسیاری از گلفروشی‌ها، جلوی بسیاری از اصناف مختلف این شکل می‌گرفت در بیرون و در سطح معبر شهر. خودتون می‌دونید سبزه و اینها هم که یک محیط نمناکی هست و کاملا مستعد برای تو این رشد این ویروس و انتقالش به دیگر. کمتر از 10 روز به عید نوروز مانده، عیدی که امسال نشان کمرنگی از آن در خیابان‌ها و کوچه‌ها دیده می‌شود. بیشتر استان‌های ایران هشدار دادن مسافران نوروزی را نخواهند پذیرفت. به نظر می‌رسد چاره فعلا ماندن در خانه است. فرین عاصمی، بی بی سی. همکارم فرن تغیزادی اینجا با ماست. فرن، تو در ارتباط بودیم و مخاطبای بی بی سی در شبکه‌های اجتماعی، چی بهت گفتن از وضعیت بیمارستانا؟ از روزهای اول که خبر منتشر شدن ویروس کرونا در ایران به نوعی پخش شد و بسیاری در مورد این قضیه و اینکه چه علائمی دارن بیماران صحبت کردن، از کمبود وسایل پزشکی و درمانی برای خود پزشکا و پرستارا و کادر درمانی هم بسیار صحبت شده در این روزها. ما از مخاطبینمون در تلگرام خواستیم که اگر اونها پزشک و پرستار هستن از شرایط خودشون به ما بگن و بگن که اونها در چه وضعیتی به سر میبرن و اینکه روش تشخیص اونها برای بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا چی هستش. بسیاری از اونها به ما پاسخ دادن و از شرایطشون گفتن، اینکه خیلی از اونها در شهرهای مختلفی که برای ما پیام فرستادن، مشخصا چالوس یا رشت و همینطور کرمانشاه، سنندج و ارومیه، به ما گفتن که کمبود وسایل درمانی دارن، از جمله ماسک و روپوشی که تهیه میپوشن روی لباسهاشون و دستکش به پزشکان و کادر درمانی داده نشده و کمبود بسیار وجود داره. دیدیم که در روزهای گذشته در رشت حتی فراخوانی از طرف پرستاران منتشر شده بود که اگر مایل هستین برای تهیه ماسکی که پزشکان و پرستاران استفاده کنن، مردم به صورت خیریه به اونها کمک کنن. از وضعیت تشخیص بگم، خیلی از پزشکانی که با ما صحبت کردن به این موضوع اشاره کردن که آزمایش سی تی اسکن که میگیرن و عکسی که میگیرن از ریه مشخص میکنه که اون بیمار وضعیت ریهش چطور هستش و میتونن با همون سی تی اسکن هم تشخیص بدن که این بیمار ویروس کرونا چقدر برش غلبه کرده و آیا نیاز به بستری شدن داره یا نه. خیلی از اونها مشخصا از بیمارستان رازی رشت پزشکی با ما تماس گرفته و از تعداد بالای فوتی ها بر اثر ویروس کرونا به ما گفته که روزانه 10 نفر بر اثر این ویروس جانشون رو از دست میدن در رشت و به خاطر همین مشاهداتی که خودش داره به ما گفت که آمارهای رسمی که منتشر میشه رو نمیتونه بپذیره. پزشکی که از رشت با ما تماس گرفت اینو گفته و گفته شاید یک پزشک دیگه‌ای که با ما تماس گرفت از چالوس هستش، به ما گفتش که ما کیت تشخیص نداریم و فقط از روی سی تی اسکن تشخیص میدیم چی هستش و حتی نمیتونیم این قضیه رو اصلا برای تهران بفرستیم، ممکنه و به ما هم اجازه نمیدن که این رو ما بنویسیم اونجا که بیمار بر اثر ویروس کرونا جان خودش رو از دست داده. میگه شاید به دلیل این چیزها هستش که این میزان آمار فوتی که ما میبینیم در شهرستان ها با چیزی که در تهران منتشر میشه توسط وزارت بهداشت متفاوت هستش. از طرف دیگه باز یک نامه منتشر شده در کانال دولت بهار که نزدیک هستش به آقای احمدی نژاد در مورد این هستش که به پزشکان و به کادر درمانی گفته شده که اگر که با توجه من این نامه رو میخونم، نوشته شده که با توجه به اهمیت علائم بالینی و نتایج سی تی اسکن در تشخیص بیماران، در صورت فوت و تشخیص بالینی قوی مبنی بر ابتلا به کرونا در گواهی فوت صادر بشه که بیمار به عنوان کیس قطعی کرونا جان داده یا این قضیه ثبت بشه. این نامه امضاش از طرف دکتر مصطفی امینی هستش، سرپرست مدیریت
هیئت نظارت بیمارستان ها، ولی هنوز واکنش رسمی به این نامه منتشر نشده. در توییتر همین نامه داره دست به دست میشه، ولی شکل و ظاهرش بر اساس نامه هایی که قبلن هم در توییتر منتشر شده بود میتونه که نامه ای باشه که بعداً توسط به هر حال مقام های رسمی وزارت بهداشت ایران تکذیب بشه، ولی هنوز تکذیبی در مورد این نامه منتشر نشده و خیلی از دکترها هم میگن که ما کیس هامون رو و کیت های تشخیص نداریم، به تهران نمیتونیم بفرستیم آزمایش ها رو و فقط در شهرستان بر اساس سی تی اسکن تشخیص میدیم. خیلی ممنونم از دعوت همکارم فرن تقی‌زاده با ما. هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما میگوید که پروازهای این شرکت به اروپا از فردا دوباره برقرار می شود. ایران ایر دو روز پیش در اطلاعیه‌ای از تعلیق تمام پروازهایش به اروپا خبر داده بود، اما دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به ایسنا گفته بود توقف پروازها ارتباطی با ویروس کرونا نداشته و به خاطر مقررات جدیدی است که اروپایی‌ها وضع کردند. به موجب این مقررات ایران نرم‌افزارهایی لازم دارد که به صورت انحصاری در اختیار آمریکا بوده و آن را به ایران نمی‌دهد. خب می‌دونیم که ایتالیا هم یکی از کشورهایی که به شدت درگیر ویروس کرونا شده، از امروز در این کشور محدودیت‌ها برای جلوگیری از گسترش کرونا سراسری میشه. به این ترتیب جمعیت 60 میلیون نفری این کشور باید برای سفر مجوز دریافت کنن. خب همکارم شیدا هوشمندی درباره شیوع ویروس کرونا در جهان گزارشی درست کرده، هم ایتالیا و هم نقاط دیگه دنیا که با هم ببینیم. شیوع ویروس کرونا موزل جهانی است. نهادهای بین المللی پیش بینی می کنند که گسترش کووید 19 ادامه دار باشد. کرونا حالا ضربه خود را به جان و مال مردم جهان زده. ایتالیا کشوری است که عجیب ترین شرایط را تجربه می کند. کشور در قرنطینه کامل است، اقتصاد در سراشیبی و شمار مبتلایان با سرعت رو به افزایش. آمار جان باختگان ویروس کرونا در ایتالیا در یک روز به طور ناگهانی جهش یافت و به 463 نفر رسید. دولت به مردم هشدار می‌دهد که از خانه‌های خود بیرون نیایند. دیگه منطقه قرمز نداریم، منطقه 1 و 2 نداریم. کل ایتالیا در محدودیت رفت و آمد خواهد بود. دولت ایتالیا می‌گوید برای گذر از بحران کرونا علاوه بر معافیت مالیاتی، مهلت بیشتری برای بازپرداخت وام‌ها به مردم می‌دهد. قرار است دولت 11 میلیارد دلار برای کنترل تبعات اقتصادی کرونا هزینه کند. تمام گرد همایی های عمومی از جمله مسابقات ورزشی لغو شدند. شرایط غیر طبیعی ایتالیا را اینجا می توان دید. زندانیان اعتصاب کردند و شماری از آنها موفق شدند فرار کنند. نه چندان دورتر از ایتالیا، اینجا در بریتانیا، جایی که همه ما امروز از حمل و نقل عمومی برای رسیدن به محل کار استفاده کردیم، تا کنون 5 نفر از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. حالا دولت میگوید به زودی اگر کسی هر گونه عفونت ریوی داشته باشد، حتی اگر کووید 19 نباشد، باید 7 روز در خانه قرنطینه شود. احتمالاً در 2 هفته آینده ما در شرایطی خواهیم بود که بگوییم هر کس حتی با علائم خفیف مشکل تنفسی و ریوی دارد باید برای 7 روز در خانه بماند. در امریکا داستان کرونا مانند ایران حالا به سیاستمداران رسیده. برخی رسانه ها به ویژه منتقدان کاخ سفید این پرسش را مطرح می کنند که آیا دونالد ترامپ هم در معرض ویروس بوده؟ شماری از اعضای کنگره از جمله رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در کنفرانس سالانه اقدام سیاسی محافظه‌کاران در نزدیکی فردی بودند که آزمایش کرونا او مثبت بوده. آنها حالا در قرنطینه هستند. اینجا خبرنگاران از مایک پنس، معاون رئیس جمهوری امریکا و رئیس گروه ویژه کاخ سفید برای مقابله با شیوع ویروس جدید کرونا در این باره می‌پرسند. شیوع ویروس کرونا سیاستگزاران امریکایی را اما متعجب نکرده. دولت امریکا برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس تدابیری دارد. تدابیری که با آنچه صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌دهد همخوانی دارد.
قرار است با جمهوری خان از جمله میچ مکانل صحبت کنیم تا ببینیم میتونیم به مالیات بر درآمد معافیت بدیم یا کاملا قطع کنیم یا معافیت بزرگی به مالیات بدیم. همچنین در این باره صحبت خواهیم کرد که به روزمزدها و کارگران کمک مالی کنیم به نحوی که حتی حقوق یک روز رو هم از دست ندن. در چین اما به نظر میرسد سرعت شیوع ویروس کنترل شده. بسیاری این دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از ووهان زادگاه ویروس کرونا را نشانه بهتر شدن شرایط عنوان می کنند. البته برخی همان را پروپاگاندای حزب حاکم می دانند. کمی آنسوتر در نقشه جهان در سئول پایتخت کره جنوبی خیابانها خالی، بیمارستانها پر از بیمار. دولت کره جنوبی اما می گوید دوران اوج شیوع را پشت سر گذاشته. در خاورمیانه اسرائیل هر مسافری از هر مقصدی را در قرنطینه می‌گذارد. تصویر فرودگاه خالی تل آویو را نشان می‌دهد. 50 نفر در اسرائیل مبتلا شدند اما هنوز موردی از مرگ ناشی از کووید 19 اعلام نشده. در افغانستان وزارت صحت امروز به بی بی سی گفت که یک مورد ابتلا در ولایت سمنگان در شمال افغانستان شناسایی شده. کووید 19 حالا در 4 گوشه جهان پراکنده شده. حالا امن‌ترین جای جهان شاید اینجاست. سردترین نقطه زمین یعنی جنوبگان. شهید هوشمندی، بی بی سی. شبنم ساکن شهر پادووای ایتالیا با مروی خط تلفن با ماست. خانم شبنم، وضعیت جایی که شما هستین چطوره؟ سلام. شهر قطعاً خلوت‌تر همیشه مثل همه جایی که درگیرن، ولی با توجه به دستور که اعلام شده بود که بارها و لوکالا و جایی که مردم میرن غذا میخورن و اینجور چیزا تا ساعت 6 بعد از ظهر بیشتر نباید کار کنن، ولی همچنان تا 2 روز پیش شلوغ بودن و مردم باز هم میرفتن. انگار ترک کردن عادتهای روزانه به نظر میاد براشون سخت باشه، که حالا با قوانین جدیدی که وضع شده از دیروز امیدواریم که بیشتر مسئولیت پذیر باشن تا بشه شرایط رو کنترل کرد. شما خودتون با این محدودیت هایی که ایجاد شده چطور بیرون میرید؟ نگرانی دارید وقتی که میخواید از جایی به جای دیگه برید؟ چطور موادی که لازم داری رو، کالاهای اساسی که لازم داری رو تهیه میکنید؟ کالاهای اساسی که لازمه برای سوپرمارکت ها باز هستن و تعمیدات خوبی هم توش هست، چون وارد که میشه الکل و چیزای ضد عفونی گذاشتن که بشه ضد عفونی کرد دستا رو یا این سبدهای خرید رو، و دسترسی به اینها سخت نیست. تو سوپرمارکت ها همچنان مواد غذایی و همه چیز هست و مشکل از این بابت نیست. بیشتر این مشکل الان با توجه به چیزی که گفتم روی ورودی و خروجی شهرهاست، برای کسی که میخوان خارج بشن از شهری و یا وارد بشن به شهری. شما نگرانی خودتون دارین وقتی که از خونه بیرون میرین؟ قطعا با توجه به اینکه این ویروس خیلی راحت منتقل میشه قطعا نگرانی هست. سعی میکنم بیشتر در خونه بمونم، ولی خب برای خرید و چیزای لازم بعضی وقتا باید خارج بشیم. چقدر الان چند روزه، اگر که شما الان خودتون رو ایزوله کردید یا اینکه بیرون نمیرین، چند روزه که این وضعیت رو دارید؟ محل کارتون کی تعطیل شده؟ من اینجا دانشجو هستم و 2 هفته که الان تو هفته سوم هستم که دانشگاه تعطیله. قطعا از خونه خوب خارج نمیشم، فقط برای خرید چیزهای ضروری. راجبه چقدر اون وقت آیا مشکلی براتون ایجاد کرده این مسئله؟ مشکلی که ایجاد کرده به خاطر اینکه خب امتحانهای رو بعد میدادیم، خیلی از دوستانمون بعد فارغ التحصیل میشدن، ولی الان دانشگاه داره شرایط رو فراهم میکنه، کلاس ها آنلاین برگزار میشه و حتی امکان دفاع کردن از پایان نامه به صورت آنلاین داره داده میشه. انتقادهایی شده به دولت درباره اینکه درست اجرا نکرده محدودیت ها رو و هنوز جمعیت زیادی هستند در خیابون ها و مراکز عمومی، شما هم همچین چیزی رو میبینید؟ من بیشترین چیزی که برام عجیب بود دیدن مردم توی لوکال ها و بارها و اینکه اینجا عادت های روزانه مثل کافه خوردن بیرون یا شراب خوردن، همچنان تا 2 روز پیش که من برای خرید از خونه بیرون رفتم شلوغ بودن این مکان ها. چقدر اعتماد به دولت وجود داره که واقعا بتونه اعمال محدودیت رو به خوبی انجام بده؟ فکر میکنم اعتماد وجود داره، فکر میکنم از نظر من.
خیلی ممنونم ازتون خانم شبنم، در ایتالیا مواظب خودتون باش. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتی گفته که زندانیان باید بر اساس شرط‌های آنها آزاد شوند. آزادی حدود 5000 زندانی گروه طالبان بخشی از توافق اخیر این گروه با آمریکاست که در دوحه قطر امضا شد. این در حالی است که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر گفته بود که تعهدی برای آزاد کردن زندانیان طالبان ندارد. اگر ریاست جمهوری افغانستان گفته تا ساعات دیگر فرمانی در این زمینه صادر خواهد کرد. میترا مهران پژوهشگر مسائل افغانستان از کابل با ماست. خانم مهران، چه انتظار میره از آقای غنی در بیانیه‌ای که قرار صادر کنه؟ سلام خدمت شما. در این مورد دو نگرانی بسیار کلان است. اول نگرانی عمده بودی حقوقی این مسئله است که باید ببینیم طالبان ذکر کردن که لیست کسانی را که میخواین آزاد شوه به دولت امریکا سپردن و او کسانی که اونا میخواین باید آزاد شوه، ولی بحثی از این که مسئله قربانیان چطور میشه، مسئله عدالت چطور میشه، کسانی که در لیست هستن مسئول چی جنایت های میباشن، جنایت های اونا نظامی است یا قربانیان جنایت از اونا مردمان ملکی بودن، و بحثی کلانتر حقوق بشری از این بسیار قابل نگرانی است. مسئله دومی که بسیار مهم است این است که طرف طالبا امریکاست و طالبا متاسفانه در طول مدت متواتر درخواستایشان که از امریکا مطالبه کردن و او را به دست آوردن که منصفانه نیست. من فکر میکنم که اگر فرمان رئیس جمهورم که قبلا میگفت خط سرخ ماست چیزی باشه که طالبان میخواین، و این سخت است که باز ما بگوییم که منصفانه است. اولی که تعدادی 5000 آزاد ساختن 5000 زندانی پیش از مذاکرات بین الافغانی خطر جدیشی است که اینا بسیار به قوت جبهه جنگی طالبان می افزایند و چی تضمینی وجود دارد که ما در مذاکرات بین الافغانی به یک توافق برسیم. در صورت ای که به یک توافق نرسیم، بحثی 5000 زندانی که باز بیاین با مثلا قوت ببخشن، تشدد ببخشن به خشونت و قربانیش مردم ملکی افغانستان باشه، باز کی جوابگو می باشه در این مورد؟ صحبتی که شده از طرف بعضی از مقام های دولت اینه که درسته که قراره که زندانیانی آزاد بشن، ولی اینکه چطور این انجام بشه، کی انجام بشه و شمار این زندانیا چقدر باشه هنوز مشخص نیست و ممکنه خیلی کمتر از این 5000 نفری باشه که طالبان خواستن. فکر میکنید که اگر که این طور باشه و محدودیتی در این مورد اعمال بشه، یک مقداری از نگرانی هایی که شما الان مطرح کردین رو ممکنه پاسخگو بشه؟ خب نگرانی کلانتر در این است که حتی اگر اونا تعداد محدود بسازن شاید به دوری اول باشه، ولی خواست اونا اگر 5000 است و امریکا، دولت امریکا متحد است که روی دولت افغانستان فشار بیاره که طالبان به مطالباتشان دست بیابن، فکر نکنم که این نگرانی بسیار محدود کردنش این نگرانی را حل کنه. و گنگ بودن این پروسه هم بسیار مشکلزا است، برای از این که نوعیتی که این جنایتکارا چطوری رها میشن، بعد از عمل کرده اینا بعد از او کی نظارت میکنه، کی مسئولیت میگیره که اینا باز مرتکب جنایت دیگر نشن، یا حداقل دوره ای را که باید در حبس میگذراندن نگذراندن، این مسائل است که واضح نیست. حتی اگر دولت امریکا یا دولت ما خواسته باشه که محدوده ایجاد کنه، ولی بحث حقوقی و اجتماعی از این متاسفانه هیچ برش رسیدگی نشده و این قابل نگرانی نیست. ممنونم ازتون میترا مهران پژوهشگر مسائل افغانستان از کابل. در آستانه ششمین سال جنگ در یمن، نهاد بین المللی آکسفام درباره خطر فروپاشی کامل نظام درمانی این کشور هشدار داده. همزمان کمبود آب سالم و غذای کافی یمنی ها را بیش از پیش در برابر بیماری های واگیردار آسیب پذیر کرده. لیز دوست خبرنگار بی بی سی در دومین گزارشش از یمن به دو بیمارستان در شمال و جنوب این کشور سر زده، با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد. This is Gadir. این قدیر است، کودکی 9 ماهه با 3 کیلو وزن. به گفته دکتر مکیه وزن او باید 3 برابر این باشد، اما قدیر اینجا در اسلم به دنیا آمده، جایی که خیلی از کودکان فقط پوست و استخوانند.
دکتر مکی از آنها مثل بچه‌های خودش مراقبت می‌کند. این مادران هم خودشان گرفتار سوء تغذیه هستند. این مادر رو ببینید، از صبح هیچی نخورده. چرا؟ چون حامله است و نمیتونه هر چیزی بخوره. باید مراقب مادر و بچه با هم باشم. مادر هم مراقبت پزشکی میخواد و هم باید غذا بخوره. و برای پدرها کار چندانی نیست تا منبع درآمدی باشد برای خرید غذا، دارو و حتی بلیت اتوبوسی برای آمدن به اینجا. جدالی برای ماندن و بزرگ شدن در جایی کمی دورتر از جبهه واقعی جنگ در مرز با عربستان. چاره گرسنگی و سوء تغذیه این بچه‌ها تنها و تنها پایان جنگه. به خدا قسم 20 نهاد خیریه یا 20 هزار تا فرقی نداره. تا جنگ باشه هیچ چی درست نمیشه. نصف این بچه‌ها رو بمبارون می‌کشه، نصف دیگر رو گرسنگی. جنگ رو از اینجا ببرن، وضع ما هم خوب میشه. دکترها از کدوم مریض شروع کنن؟ این جنگ کی تموم میشه؟ هر بار که تنور جنگ در یمن داغ میشه، مشکلات مردمش بیشتر و عمیق‌تر میشه، به خصوص برای کوچکترین ها و آسیب پذیرترین ها. از شمال زیر کنترل حوثی ها به جنوب در اختیار دولت رفتیم. این کشور دو تکه شده. اینجا از صادقه است، بهترین و بزرگترین بیمارستان در جنوب، در شهر عدن. This is from the 1st of January. اینجا با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند. These are all diphtheria. Yes. And this از جمله مرض کشنده دیفتری. ویزیت صبحگاهی با دکتر نالا عریشی است. دکترها برای بدترین شرایط آماده هستند. این مرد مالاریا دارد و خطرناکتر از آن وبا. از آغاز جنگ یمن شاهد شدیدترین میزان شیوع این بیماری در جهان بوده. دلیل این وضعیت زیربناهامونه، نداشتن امکانات بهداشتی و نداشتن آب سالم. اگه کشورهای کمک کننده به ما فقط دارو و سرم بدن و فکری به حال زیربناها نکنن، چیزی عوض نمیشه. بیماری‌ها دوباره و دوباره پخش میشن. و این ساله، 9 ماهه، مانند قدیر که در شمال دیده بودیم، ساله هم سوء تغذیه دارد، گرفتار سینه پهلو شده. مادرش هم نگران و بیمار است. ساله تنها فرزند اوست. 10 سال منتظر بود تا بچه دار شود. در راه رو پدر ساله نگران و منتظر. خانواده ای دیگر در خط مقدم زندگی. جدالی برای نفس کشیدن. زندگی اینجا پر از بمب و راکت و خمپارا و گلوله است. این زندگی ما هست. چه میتونیم بکنیم؟ زندگی نداریم. اینجا قلمرو مرگه. کودکی که در میانه مرگ و زندگی گیر افتاده، مثل خیلی های دیگر. ملتی که سلامتیش را جنگ به گروگان گرفته. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.